شب گذشته در 6مین سال برگزاری مراسم اهدای جوایز هانری لانگلوا که به دستاندرکاران سینمای فرانسه و کشورهای دیگه داده میشه، جایزه ویژه‌ای به فاطمه معتمدآریا، بازیگر مطرح ایرانی ایران شد. حاضرین در این مراسم از سالها فعالیت ارزنده خانم معتمدآریا در عرصه بازیگری و سینما قدردانی کردند. عباس کیارستمی نخستین سینماگر ایرانی بود که این جایزه رو 3 سال پیش در پاریس دریافت کرده بود. توجه شما رو به گزارش اختصاصی صدای آمریکا از این مراسم جلب می‌کنم. وقتی هانری لانگلوا یکی از پایه‌گذاران سینماتک در فرانسه شد و خود خدمات سینمایی‌اش را دنبال کرد، جایزه‌ای که امروز به نام او از 6 سال پیش به هنرمندان سینمای فرانسه و یا جهان داده می شود، چنان اعتباری را حفظ کرده که نام و حضور هنرمندان فرانسوی در طول همین چند سال اعتبار این جشنواره هر ساله گشته است. ده هزار تماشاگر با نمایش 53 فیلم حاصل کار امسال جشنواره بود و مراسم امسال آنگونه که لانگلوا باور داشت ارائه گردید. سینما در زندگی شما و زندگی شما در سینما. كانوا يدوا بكاساتهم البحر بصحة نجاحهم وبصحة باريس. در بخش اعطای جوایز فیلم‌های با ارزشی را مشاهده کردیم. بطری شیشه‌ای در دریا که بازیگر بهترین زن خانم عباسی گفت فرانسه، اسرائیل، فلسطین، اینجا در وطنم هستم. در جمع میهمانان کلود لولوش گفت که اولین فیلمش را در 22 سالگی به هانری لانگلوا نشان داد و دلگرمی و پشتکار را از او آموخت. فاطمه معتمدآریا میهمان امسال جشنواره است. یک خانم روزنامه‌نگار به همراه مارینا ولادی که جایزه امتنان و قدردانی را به وی دادند گفتند ما در فرانسه شانس آزادی گفتن و نوشتن را داریم، اما همه جا این گونه نیست. برخی باید در سایه نور خورشید را لمس کنند. زنانی که زن بودنشان جرمشان می شود. فاطمه معتمدآریا 1 سال و نیم است که اجازه بازیگری ندارد. آزادی را از هنرمند که بگیرید جان می بازد. جایزه ما علیه کس و یا کشوری نیست. این اعتبار و حرمت آزادی است. همان گونه که لانگلوا گفته بود سینما جهان من است. به همه سلام میکنم و میدونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم. دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم، بدون اینکه فکر کنیم سیاستمدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم میکنن. ما با عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم برمیداریم. ما عشق رو، دوستی رو و محبت رو تقسیم میکنیم بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسان‌ها همدیگر رو دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم. Je suis très touchée de votre attention au cinéma iranien et je demande de partager mon prix avec mes collègues en Iran. Merci à tous. تصویر آخر به سمبل آنکه زن باید چهره بپوشاند، هانری لانگلوا فاصله دیدن و دیده شدن سینمای کشوری می شود که هر ساله اعتبار و افتخاری توسط هنرمندان این کشور برای سینما به دست می آید. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا. اما اهدای این جایزه به فاطمه معتمدآریا بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشت. ظرف ساعات گذشته نظرات بسیاری از طریق فیسبوک و توییتر به دست ما رسیده که در این بخش از برنامه تعدادی از اونها رو با شما در میون میذارم. مژده چنین گفته: شنیدن این خبر خوشحالم کرد. فاطمه معتمدآریا یکی از بهترین بازیگران سینمای ایرانه که مردم خیلی دوستش دارن. تمام فیلم‌های خانم معتمدآریا رو دیدم و با اونها زندگی کردم. یک جایزه کمه، باید 100 تا جایزه بهش بدن. او بازیگری توانا و انسانی شریفه. به امید موفقیت بیشتر برای سینما ایران. علی این چنین گفته: باعث تأسفه که در خود ایران هنرمندا رو تأخیر میکنن و مانع فعالیتشون میشن، ولی کشورهای خارجی از هنرمندان ما تقدیر میکنن و بهشون جایزه میدن. خانم معتمدآریا با بیمهری مسئولین مواجه شد و مشکلات زیادی براش به وجود آوردن. چقدر خوبه که خارج از ایران قدرش رو میدونن. ای کاش روزی برسه که در ایران هم از این هنرمندان شایسته تقدیر بشه. روزبه این چنین گفته: انقدر این موضوع رو بزرگ نکنین. کاملا مشخصه که یه جریان مشکوکی راه افتاده که قصدش فشار به ایرانه. چپ و راست در خارج به فیلم‌های ایرانی و هنرپیشه‌ها جایزه میدن. اونم فیلم‌ها و چهره‌هایی که مورد دارن و با ارزش‌های نظام در تضاد هستند. اینها نماینده سینمای ایران نیستند. این جایزه هیچ ارزشی برای ما نداره. کیوان این چنین گفته: فاطمه معتمدآریا فقط یک بازیگر سینما و تئاتر نیست. او هنرمند متعهد و مسئولیه که همیشه در کنار مردم بوده و از درخواست‌های اونا حمایت کرده. خانم معتمدآریا با ایستادگی در برابر تمامی ناملایمات و مشکلات اخیر ثابت کرد که انسان بزرگی است و هیچ هراسی از زورمندان نداره. او جایزه اصلی خود را از ملت ایران دریافت کرد و نامش را در سینما جاودانه کرد. مهناز این چنین گفته: موفقیتی دیگه برای سینمای ایران که این روزها به سنگر مقاومت علیه سیاست‌های نابخردانه حاکمیت تبدیل شده، در حالی که وزارت ارشاد شمشیر رو از رو بسته و قصد داره تا خانه سینما رو تعطیل کنه. فاطمه معتمدآریا یکی از معتبرترین جوایز هنری جهان رو دریافت میکنه و نماینده شایسته‌ای برای سینمای ایرانه. تا هنرمندانی مثل خانم معتمدآریا در ایران هستند، هیچ حکومتی نمیتونه این سینما رو تعطیل کنه.